وقوع قطع‌های زنجیره‌ای در سال 1377 به انتشار بی‌سابقه مجموعه‌ای از افشاگری‌ها در مورد قطع‌های سیاسی در ایران و دستگاه اطلاعاتی کشور منجر شد. این فرایند البته تحولی مثبت در جهت شفافسازی فضای سیاست در ایران بود، اما با گذشت حدود 25 سال از بازگشایی پرونده قطع‌های زنجیره‌ای، بازخوانی برخی از اطلاعات مطرح شده در زمینه این قتل‌ها ضروری به نظر می‌رسد. بی‌تردید یکی از جنجالی ترین موضوعاتی که در زمان پیگیری پرونده قتل‌ها منتشر شد، ادعای کشته شدن احمد خمینی، فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، توسط باند سعید امامی بود که عامل اجرای قتل‌های زنجیره‌ای به شمار می‌آمد. نقش داشتن این محفل در قتل فرزند آیت الله خمینی به سرعت در سطح افکار عمومی پذیرفته شد و زمینه‌های مهمی نیز برای پذیرش آن وجود داشت. مثلا اینکه احمد خمینی پس از درگذشت پدر خود به حاشیه رانده شده بود، به وضعیت کشور انتقاد داشت و به ویژه آنکه 4 روز قبل از مرگ یکی از نشریات سخنان نسبتاً تند او را علیه سیاست‌های اقتصادی کشور منتشر کرده بود. گذشته از گمان زنی های تحلیلی در اثبات یا رد قتل احمد خمینی توسط سعید امامی، تا کنون تنها فکت یا مستند غیر تحلیلی که در اثبات وقوع این قتل مورد استفاده قرار گرفته، بخشی از اعترافات منصوب به این مدیر اطلاعاتی با نام اطلاعاتی سعید اسلامی بوده است. این بخش از اعترافات در سال 1378 به فضای رسانه ایران راه پیدا کرد. در آن زمان معلوم شد که محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را بر عهده داشت، به دیدن حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی رفته و به او گفته که سعید امامی در اعترافات خود مسئولیت قتل احمد خمینی رو بر عهده گرفته است. بعدها در جریان دادگاه عمادالدین باقی، روزنامه نگار و نویسنده اصلاح طلبی که به این اعترافات در نوشته‌های خود اشاره کرده بود، حسن خمینی به طور مکتوب شهادت داد که خبر نقل شده از سوی آقای باقی در مورد اظهارات محمد نیازی صحت دارد. هرچند در ادامه تاکید داشت که این شهادت به معنی اظهار نظر راجع به محتوای اعترافات منسوب به سعید امامی نیست. 13 سال بعد متنی بر روی اینترنت منتشر شد که ادعا می شد برگی از اوراق بازجویی سعید امامی است و حکایت داشت که او دستور قتل احمد خمینی رو از علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات دریافت و اجرا کرده است. اصالت این سند هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی در معرض تردید قرار داشت، ولی حتی با فرض پذیرش اعتبار آن، تنها اثبات کننده چیزی بود که پیشتر ادعا شده بود، اینکه سعید امامی در جریان بازجویی های خود به قتل احمد خمینی اعتراف کرده است. با وجود آنکه تردیدی در نقش کلیدی سعید امامی و همکارانش در قتل و شکنجه منتقدان حکومت ایران در دهه 1370 وجود ندارد، در این نکته نیز نمیتوان تردید داشت که او و سایر دستگیر شدگان پرونده قتل ها خود در دوران بازداشت در معرض شکنجه قرار گرفتند. دستگیری سعید امامی و متهمان اولیه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در سال 1377 بعد از مدتی با موج بعدی دستگیری‌ها از سوی و اخبار پی در پی اعترافات دستگیر شدگان همراه بود. اعترافاتی که مضمونشان از فساد اخلاقی متهمان گرفته تا وابستگی آنها به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را در بر می‌گرفت. این اعترافات ظاهراً پیشبینی قبلی رهبر جمهوری اسلامی را تایید می‌کرد که در دی ماه 1377، 3 روز بعد از اعلام رسمی دست داشتن ماموران وزارت اطلاعات ایران در قتل‌ها گفته بود: من نمی‌توانم باور و قبول بکنم که این قتل‌هایی که اتفاق افتاده بدون یک سناریوی خارجی باشد. چنین چیزی ممکن نیست. اما در پی انتشار گزارش‌های رسمی و غیر رسمی در مورد اعترافات زندانیان،
به تدریج نحوه اعترافگیری از آنها نیز خبرساز شد که از بکارگیری شکنجه های بسیار شدید علیه متهمان و از جمله سعید امامی حکایت داشت. خود سعید امامی حدود 6 ماه بعد از دستگیری در زندان درگذشت. اما مدتی پس از اعلام رسمی خبر خودکشی او که با تردید جدی رسانه ها مواجه شد، فیلمی از صحنه های بازجویی از فهیمه دوری نوگورانی، همسر او و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل ها منتشر شد. این فیلم حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات ساختگی در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت. علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری های بعدی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سرتیم آنها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به جواد آزاده شد که پیش از دستگیری با نوشتن یک جزء محرمانه 80 صفحه‌ای که در سطح محافل حکومتی توضیح شد به دفاع از صحت اعترافات پرداخته بود. او همان کسی است که در فیلم اعترافگیری از همسر سعید امامی چند بار با نام مستعار دیگر خود یعنی آملی مورد خطاب این زندانی قرار می گیرد. به گفته یک مقام آگاه از مضمون بازجویی های بعدی جواد آزاده، او به این پرسش که چرا زندانیان رو تا این حد برای کسب اعترافات دروغ شکنجه کرده، پاسخی تأمل انگیز داد. او گفت وقتی رهبر تأکید کرده که ممکن نیست عاملان قصد خواب خارج وابسته نباشند، برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است. جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی مدت کوتاهی پس از دستگیری از زندان آزاد شدند. اعتراف سعید امامی به قتل احمد خمینی با فرض وجود چنین اعترافی توسط تیم بازجویی جواد آزاد و تحت شرایطی گرفته شده که در فیلم بازجویی از فاطمه دوری نوگورانی و دیگر دستگیر شدگان پرونده قتل ها مشاهده می شود. اظهارات آقای نیازی راجع به اعترافات سعید امامی بی تردید در زمان خود خبری مهم تلقی می شده و افشای آن اقدام اجتناب ناپذیری بوده است. اما آیا بعد از شفاف شدن نحوه هدایت پرونده توسط همکاران آقای نیازی نیز همچنان می توان اظهارات این مقام قضایی و اعترافات گرفته شده از متهمان پرونده را معتبر تلقی کرد؟ به گفته سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستگیر شدگان پرونده قتل‌ها اعتراف کرده بودند که عامل سیاه و موساد بودند و به حکومت ایران و هیچ یک از جناح‌های آن منصوب نبودند و طبق یکی از اطلاعیه‌های رسمی این سازمان، قصد انجام عملیاتی ضد حکومتی در حد ترور محمد یزدی رئیس سابق قوه قضاییه را داشتند. آیا می توان چنین ادعاهایی که وجه مشترکشان خود سر معرفی کردن عاملان قتل‌ها و نفی وفاداریشان به رهبران حکومت بود رو معتبر دانست؟ اگر پاسخ این سوال منفی است، باید توجه داشت که اعتراف به قتل احمد خمینی توسط سعید امامی و تیمش نیز درست در شرایطی مشابه با سایر اعتراف گیری های پرونده قتل های زنجیره‌ای و تحت نظر آقای نیازی و همکارانش گرفته شده. اعترافاتی که گویی مسئولیت تمامی اقدامات فراقانونی وزارت اطلاعات در طول یک دهه را به گردن تنها کسی از مدیران اطلاعاتی این دهه می انداختند که به گفته محمد نیازی خودکشی کرده بود. شاید کسانی در جایی در مورد نحوه درگذشت احمد خمینی اطلاعات بیشتری در مقایسه با آنچه تاکنون بیان شده داشته باشند که هنوز بیان نکردند، یا شاید ماجرای قتل او صحت دارد. اما اگر مبنای باور به انجام قتل فرزند آیت الله خمینی توسط سعید امامی همین اطلاعاتی باشد که تاکنون بر مبنای اعترافات منصوب به او منتشر شده، باید در پذیرش آن تردید جدی داشت. ابهام مشخصی که در ارتباط با چنین باوری وجود دارد به نحوه پاسخگوی این پرسش ساده برمیگردد که آیا اعترافگیری تحت شکنجه رو فارغ از آن که در مورد آدمهای خوب یا بد صورت گرفته باشد بی اعتبار تلقی می کنیم یا نه؟
مرسی که با این ویدیو هم همراه ما بودید. لطفاً نظرتون رو زیر این پست برای ما بنویسید و به جهت حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید.